بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی اعتقنی بالهدا و الهمن التقوا. دقائقی، دو دقیقه، سه دقیقه، بین دو تا چهار دقیقه لطیفه ها، نکاتی رو که راجع به معارف دینیه داریم میگیم. حالا از نماز شروع کردیم، آخر نماز بحث سلامه. السلام علیک ایها النبی. قبل از اینکه وارد سلام بشیم، اصلا سیمای السلام گفتیم، یه 30-40 تا تابلو بر سلام گفتم. و اگه کسی سلام نکنه یعنی چه؟ کسی که سلام نکنه نشونه چند چهار تا چیزه. یک، بخل داره. بخل. بخیل از مالش نمیده، این لبش هم حاضر نتیکو بده. خیلی بخیله. نشانه بخل. نشانه تکبر هم هست. بخل یه مرضه، تکبر یه مرضه. سلام نکردن نشانه انزوا، گوشگیریه. آدم های منزوی سرش پای میدازن، کار به جامعه ندارن. چیز که سلام نمی کنه این چه؟ یعنی من قهرم. سلام نشون دهنده، سلام نکردن نشون دهنده اینه که قطع رحم. یه سلام ابر رحمتی است که بر سر مردم میافکنی. میگیم السلام علیکم، یک ابر رحمت است. چرا ما سلام نمیکنیم؟ حدیث داریم سلام 70 تا ثواب داره، 69 تاش مال کسی که سلام بکنه، یکیش مال کسی که جواب بده. سلام کردن خیلی ثوابش بیش از اینه که منتظر بشیم نه من پدر بزرگم او باید به من سلام کنه. پیغمبر فرمود چند تا کار رو تا آخر عمرم دست بر نمیذارم. یکی که حتی به بچه ها سلام میکنم، حتی به بچه ها سلام میکنم. سلام مستحبه اما جوابش واجبه. و قرآن به ما میگه اگه کسی به شما هدیه داد جواب گرمتر بدید. اگه گفت سلام، شما بگو سلام علیکم. اگه کسی گفت سلام علیکم، بگو سلام علیکم و رحمت الله. اگه کسی گفت سلام علیکم و رحمت الله، بگو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن. اگر کسی رو به شما تحییتی هدیه کرد بهترش رو جواب بدید. خب خدا سلام میکنه. سلام علی المرسلین، آیه قرآنه. سلام علی نوح فی العالمین، آیه قرآنه. خدا به نوح سلام کنه. سلام علی ابراهیم، آیه قرآنه. سلام علی موسی و هارون، آیه قرآنه. خود خدا سلام میکنه. و کسی که سلام میکنه یه ادب الهی داره. ما به پیغمبر سلام میکنیم در تشهد، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. هم رحمت میگیم هم برکات میگیم. سلام کامل به پیغمبر میگیم و این ارتباط اونو با رهبر معصوم حفظ میکنه. السلام علیکم و رحمت الله.